درباره رابطه فدایان اسلام گروهی که نواب صفدی طلبه جوان تند رو تشکیل داد و خیلی سریع خودش رو روی صحنه نامدار کرد در حالی که تقریبا همه قوم به خصوص رئیس حوزه قوم آیت الله بوجردی مخالف باش بودن حتی کاشانی آیت کاشانی فعال سیاسی شهر هم باش مخالف بود ولی او به هر حال یه جوری خودشو تحمیل کرده بود به صحنه و تونسته بود با ترور و ایجاد روب و صدور یک قطنامه هایی که در سالهای بعد برای ما عادی شد ولی در اون زمان خیلی عجیب بود حکایت های شبیه اون چی که داعش گفته میشه راجع به تاعت سینما روابط زن و مرد و اینا یک روبی انداخته بود در شهر بعد از اینکه چند تا سوغست نظامی معروف صورت گرفت و فقط هم نظامی نبود البته سیاسی هم بود مثل ترور رزمارا تا اتفاقات دیگه مثل ترور نافرجام حسین علام و حوادث دیگه یه پر سرصدایی که به انزه کافی صدا داشت شده بود چهره مشهور شهر و بعد هم دستگیر شد و در یک فضایی اعدام شد ارتباط نباب صفبی و پدایان اسلام با حکومت به معنی دربار و دولت ها همیشه چیزی بودش که محب بود و دربارش افسانه پردازی می شد در روزای بعد از انقلاب وقتی اینو داشتم که یک مدتی با سپه بود علاوی مقدم که در اون زمان ها رئیس شهربانی بود برای طولانی مدت و بعد هم وزیر کشور با هم همخونه بودم و تقریبا هر روزیشون رو می دیدم و طبیعتا پیرو شکسته شده بود موقع انقلاب و سعی میکردم خاطراش رو یکی از خاطراتی که برام تعریف کردیم بود گفتش که وقتی که من رئیس شهربانی بودم گاه اوقات نواب صفوی پیغام میفرستاد و برای کسایی تقاضا میکرد که تذکره اتبات صادر بشه و من با نظر شاه این کارو میکردم و چون من هم سیدم او برام صدا میکرد پسرمو به هم جد باش قرار گذاشته بودیم که تا موقعی که من رئیس شهربانی هستم او تروری نکنه نکرد تا اینکه ترور علا در مچه سپرسالار اتفاق افتاد نخست وزیر و در نتیجه شاه دست داد دستگیرشون کنید میگوید که در این زمان من هم میدونستم کجاست همین که مخفی باش دوبار ملاقات کرده بودم و یک بارش هم به تشریح گفت که در کجا در بازار با لباس در رو رفته باش ملاقات کرده گفت بنابراین گرفتم چون موضوع خیلی حساسی بود اوردم تو خود شهربانی و در یه اتاقی پلوی اتاق رئیس شربانی نگرشون داشتم همه رو و یک ساعتی بعد از اینکه خبر دستگیری اونا رو دادم خبر دادم به پادشاه اسدالله علم که آجودان و در اون زمان مشاور و نزدیک پادشاه بود اومد و خواست که با او ملاقات کنه شاه دستور داده بود و علی مقدم می گفت من همراه او رفتم توی اتاق و او انگار که قبلا دیده بود نواب صفوی رو گفت سه سلام علیکم و نواب نشسته بود زمین بلند شد روی پنجره نشست و شروع کرد از آن گفتن با صدای بلند هی hey, علم گفت سید وایستا میخوام به چیزی بگم و او تکرار کرد و از آن و از آن و از آن و موقعی که او داشت میرفت گفت دیگه کار اینم تمومه و این فاصله کمی داشت تا اینکه علی مقدم نواب فیری رو تحویل تیمور بختیار در فرماندهی نظامی داد و بعد اعدام شد